الله الرحمن الرحیم بسم الله نور وحو و هو مدبر الامور و سلام و عرض ادب و احترام تقدیم همه شما عزیزان و دوستان و محترمان فارسی زبان ما در هر کجایی که هستید عزیزان و بیننده برنامه خودتان برنامه زنده و مستقیم روشنا هستید ان که همواره صحتمند و سلامت جان جور و تیار باشیم بسیار بسیار خوشحال هستم که یک روز دیگه قسمت ما شد تا در خدمت شما بزرگواران باشیم عزیزان و محترمان شماره تماس مثبت 964 780 255 جلسه زر فراموش نکنید شماره تماسی است که به برنامه خود شما اختصاص داده شده و شما عزیزان میتونید که سوالات خود را از طریق واتساپ برای همکاران از ما روان بکنید دوستان و محترمان ما در روزهای دوشنبه در هفته های اخیر ما در خدمت کارشناس محترم خانم دکتر بیانی بودیم ولی از این هفته انشالله روزهای دوشنبه در خدمت کارشناس محترم خانم دکتر رضایی بزرگوار هستیم از حضورشان استفاده میکنیم سلام علیکم خانم دکتر رضایی بسیار خوش آمدید سلام علیکم بر شما و, و همه بینندگان عزیز امیدوارم هستم که ساعت و لحظاتی تو هم با ایمان امید و آرامش انشالله داشته باشن انشالله بسیار تشکر از شما زبان محترم همطور که شما عزیزان بزرگواران بحث های دکتر رضایی رو دنبال میکنید مباحث مختلف روانشناسی و تربیتی مطرح میشه و خانم دکتر سعی میکنند که انشالله مباحث مختلف را که مورد نیاز جامعه است را با بیان بسیار شیوای خودشان برای از ما و شما بزرگواران تقدیم کنند بحث جلسه گذشته خانم دکتر در باب امیدواری و امید داشتن بود و پیرامون همین مسئله سوالاتی هم ایجاد میشه چون وقتی که شرایط کشور خانم دکتر یک وضع آشفته ای خود میگیره به کشور ما افغانستان که ناگهان در یک بره زمانی همه چیز دگرگون شد کنفیکون شد بسیاری از افراد شرایطی که داشتن را از دست دادن ما میبینیم بسیار از افراد سر وظیفه می وظیفه خود از دست دادن ماهاست که حقوق خود و معاش خود دریافت نکردن یا به ویژه برای خانوم ها یک وضعیت ایجاد شده که نمیتونن از خانه برای خارج شوند یا شرایطشان سخت شده مدرسه ها و مکتب ها بسته شده دانشگاه ها و الان یک وضعیت وضعیت بسیار آشفته است و کاملا مستعدی است که انسان احساس ناامیدی برش دست بده و ما همیشه همواره میشنویم که میگویم که از رحمت خداوند ناامید نشوید لا تب من رحمت الله همیشه میگن بزرگترها میگن دوستان میگن که ناامید نشوید انشالله بهتر میشه انشالله بهتر میشه فردا انشالله روز بهتری از این روز خواهد بود ولی وقتی با جوان ها صحبت می هم دکتر می که متاسفانه سخن ها دگرگون شده حرف یک رقم دیگر است همه امید میکنیم که بخی خدا هم ما را فراموش کرده خدا هم ما را فراموش کرده یه بسیار ناراحت کننده است که چرا یک جوان باید در زندگی خود در این مرحله برسه که احساس کنه که خداوند او را فراموش کرده چون شرایط بسیار سخت میشه و امی سوال را و با همین مضمون و محتوا را از برخی از دوستان از برخ نواهی برای از ما روان کرده بودن از طریق واتساب که چرا این شرایط وجود داره چرا خدا ما را فراموش کرده ما بخی احساس میکنیم که خدا ما را فراموش کرده یکی از همین سوالات را برای بینندگان عزیز پخش می‌کنم که ببینن سلام وایدی باید هستم از غزنی اگر کسی نسبت به خداوند امیدش از دست بدهد چی کار کنه که دوباره امیدی به دست بیاره یک سوال بسیار مهم است احساس میکنن که امید خود از خدا از دست دادن در حالی که ما به عنوان مسلمان میدانیم که نباید این حس باشه و یک حس نادرست است چی کنیم تا دوباره به خدا امیدوار شویم تشکر از برادر محترم ما و همینطور تشکر از شما بابت توضیحاتی که ارائه کردید کاملا متاسفانه حقیقت و واقعیت تلخی است که در حال حاضر در کشور ما و در بین مردم و جامعه ما وجود داره و این حقیقت رو عزیزانی که خصوصا در داخل کشور هستند با تک تک اعضا و جوار خود خود لمس میکنن یک وقتی هست که به قول معروف آمیانه میگه ما از دور دستی براتش داریم یک وقتی هست که دقیقا در وسط گودیم یعنی پیرامون ما همه شعله در حال به عبارتی کشیدن هست ببینید نکته ای که در بحث خدا و رابطه با خدا و درک و معرفت ما نسبت به خدا و از جمله امید به خدا که حالا خب مراتب ارتباط بین مخلوق و بین خالق میتواند اشکال متعددی می داشته باشه بره. خب بحث امید به خدا ما در جلسات گذشته اگه بینندگان عزیز ما انشاءالله پیگیری مباحث بوده باشن مطرح کردیم که چرا اصلا باید به خدا امیدوار بود دلایل امیدواری به خدا رو بررسی کردیم و بین اینکه خب حالا ابعاد متفاوتی گفتیم سه تا از صفات الهی بر مبنای سه تا از اسماء حسنا و صفات الهی امید داشتن به خدا هم معقول و منطقی است و هم الزامی و واجب یعنی این سه تا ویژگی انسان رو وادار میکنه یعنی هیچ چاره دیگری نمیماند انگار گویا به غیر اینکه به خدا امیدوار باشیم این سه تا ویژگی رو من مختصرا میگم و بعد میپردازیم که ای چرا این حس به وجود میاد اولین ویژگی اینه که باور داشته باشیم با همه اعضا و جواره و تک تک سلول های بدنمون که او علیم آگاه خبیره و به هر آن اتفاقی که میفتد چنانچه در آیه قرآن فرمود که اگر برگی از درخت بیفتد یا در نیمه شب تاریک مورچهای کوچک روی سنگ سیاهی حرکت بکند خدا از او آگاهه اولین نکته که حس امیدواری رو ایجاد میکنه در درون اینه که یکی مرا میبیند یکی علیم و آگاه یکی بسیر یکی خبیر از تک تک حالت از تک تک حتی اون خطوری که به ذهن ما میاد اون لحظه تفکری که صدور. از از, از بله بله از همه پس اولین نکته این که ببینید مثلا به عنوان مثال در حالت انسانی در روابط اجتماعی من مریض است مدمی که به خانه تنهایم مم. خب درد فقط در درون وجود خودم هی جا به عبارتی جابجا میشه از یک اندام به اندام دیگه میره اوج پیدا میکنه خب نالم که بکنم فقط خودم صدای خاطرم میشتم هم. همچین ممکنه تسلی بخش نباشه این ناله ولی به محضی که در گشوده بشه کسی وارد بشه و این ناله های ای ما اوج میگیره چون احساس میکنم یکی مرا دید یکی به من توجه کرد و بعد اینا حالا او آدم یا دلسوزی میکنه مراقبت میکنه یا که هیچ کاری هم نکنه صرف ای که میفهمم می که او میشنود <applause> او مرا میبینه یک احساس تسلی یعنی بعد ای که او آدم بره و احساس میکنم یک کمکی درد ماروم شد یا اگر در درد در درونم اتفاق اتفاقی نیفتاد حداقل ذهنم سبکتر شد <applause> چون از اول از احساس میکردم هیچ کی مرا نمیبینه هیچکی کی نمیفهمه که من این درد دارم و دارم میسوزم و دارم مثلا ولی حالا اگر همین رو به عبارتی ارتقا بدیم در عالیترین ترین سطح، انسانی که باور دارد که در این هستی موجودی، خالقی، ربی، پروردگاری هست که علم بیحد و نهایت دارد، علم به اولین و آخرین دارد، و به تمام عب... به عبارتی ابعاد وجودی ما از آنچه که رفتار ما که ثبت می شود که حالا در قوانین فیزیک هم داریم که ما هر حرکتی که می کنیم به قول معروف هستی رو جابجا جا می کنیم هر ده ده. ای که از دهان ما بیرون میاد هستی رو هم متحول می کن. از اینها بگذریم حتی آنچه که در درون وجود ما خطورات قلبی تفکرات پس زمانی که خدا آگاه هست و خدا میبیند و خدا میداند امیدوار باید باشیم که نکته دوم دومین ویژگی که قادر مطلق است هم. یعنی اراده الهی بر هر آن چیزی که تعلق بگیرد قطعا خواهد شد پس بنابراین او مرا میبیند و او قدرت بر هر گونه تغییر و تحولی دارد کما اینکه قدرت دارد که اسای چوبی موسی را در آنی تبدیل به اجدهایی بکند کما اینکه قدرت دارد که از دل سنگ چشمه آب لطیف بیرون میآورد و کما اینکه قدرت دارد از دل کوه مثلا شطوری برای پیامبر خودش پس دومین نکته باز یک قدم مرا به امیدواری نزدیکتر میکند و آخرین و لطیفترین و مهمترین نکته اینه که او ارحم الراحمین یعنی آنقدر مهربان است آنقدر اندازه رحمت خدا و مهربانی خدا و لطف خدا به بندگانش اصلا قابل تصور نیست پس اگر مرا میبیند و اراده و قدرت بر تق... هر گونه تعقیدی که بخواهد میتواند انجام بدهد و به شدت مرا دوست دارد یقینا اگر حکمت و مسلحت و اگر به عبارتی ظرفیت وجودی می امکان رو داشته باشد تغییر اتفاق خواهد افتاد متا مسئله اینجاست که ما در امیدواری همیشه تمایل به این داریم که هر چیزی که من میخوام اتفاق بیفته من ببینید الان مسئله چارشو ذهنی خودم دارم من فکر میکنم که اگر مثلا به عنوان مثال من پدر خانواده هستم احساس میکنم که اگر ای خانه ای مثلا ظرفیت ظرفیت خانم ما مثلا مساحت خانه 100 متره اگر خانه بشه 150 متر خوشبخت تر میشم ولی خانم خانه میگه که نه این خانه اگه 100 متری سالا خب جارو کردنش راحت تره سر و سامان دادنش راحت تره یکی 150 متر بشه یعنی 50 متر با اون وظیفه من افزوده میشه من تمایل ندارم 150 متر بشه بچه با تمایل داره که 150 متر 200 متر بشه به خاطر چی به خاطر اینکه فضا برای بازی کردن و برای جست و خیز کردن پس ببینید اگر قراره بریم که ما اگر فقط صرفا به امید تغییر دادن باشیم این تغییری که من خودم دوست دارم خب این امکان نیست پس اگر آ... باوره به اینکه او میداند و او قدرت دارد و بسیار مهربان است پس بر اساس حکمت و مسلحت خودش تغییری ایجاد خواهد کرد که به نفع بنده و در مسیر ادایت خواهد بود اگر ستا رو با هم ترکیب کنیم دیگه ناامیدی از خدا معنی نمیده این نکته اول ای نکته دوم اینه این ای که ما همیشه احساس میکنیم که امیدواری یعنی اینکه شرایط به نفع ما تغییر کنه بله. مثبت باشه ام. ولی من میگم صرف تغییر اصلا ام. یادم حالا بینندگان عزیز ما در مباحث قبلی داشتیم که اصلا اولین قدم برای ایجاد امیدواری تغییره حالا هر نوع تغییری بله. ولی اون که به نفع ما نباشه بلکه پس بنابراین اتفاقی که باید بیفته اینه که تغییر بدیم نکته سوم اگر احساس ناامیدی در م به وجود آمده نسبت به خدا باید یک نگریشی بکنم که باور من نسبت به خدا چگونه است یعنی ببینید رابطه دو طرف هست دیگه از یک طرف به عبارتی من میگویم یا الله از اون طرف او میگوید لبک یعنی من باید مشکل در نگرش خودم جستجو بکنم مم. نداری که در خداوند مشکلی باشه خداوند دزما کاری انجام نده خداوند قطعا انجام میده چون همونطور که شما فهمید عالم است و قادر است و رحیم. رحمت للعالمین بله پس بنابراین نکته ای که وجود داره در بحث ناامیدی ما نسبت به خدا است که یک کنگاش درونی در مورد در معرفت ما نسبت به خدا بکنیم اگر که دارم ما داریم که بله الاسماء الحسنا صفات الهی از الهی،, الهی اگر تفکر و تعمق و تعمل کردن در همه اسماء الهی برای ما مقدور نیست صرفا همین ستا رو اگر همین ستا رو با همه ابعاد وجودی باور کردیم دیگه ناامیدی خود به خود یعنی اگر این معرفت و شناخت ایجاد شد قطعا و حتما ناامیدی از ذهن و از روح و از روان و تفکر و باورم قطعاً قطعا رخ بر می‌بنده و خارج میشه اگر در حال حاضر یک همچی باوری در من هست که من احساس ناامیدی میکنم و فکر می‌کنم که با شما گویا خدایی نیست یا خدا هم به خواب رفته است علی از بالله هم چی تصوری میکنم برگردم ببینم که در کدوم هیته از این ستا اون معرفت من ضعف داره مم. یا دوچار یک اشکال و یک ایراد و یک خلل شده بله و باز بسیار جالب است که در فرهنگ از ما هم در فرهنگ اسلامی و در فرهنگ شرقی در منطقه خراسان این مسئله برایش بسیار توجه شده و حتی کسایی هستند که میگن که اگر ما شرایط بسیار شرایط دشوار است انقدر نگاه امیدوار که و با خودشان مطمئن هستن به خداوند مطمئن هستن میگن که هر که در این وضع مقربتر است جام بلا بیشترش میدهند این نگاه مثبت برش دارن سختی هایی که برشان آرز میشه و باز یک نکته دیگه که من صحبت های شما بار دریافت کردم امی مسئله است که انسان باید که همواره در تلاش باشه برای که ذهنیت خودش نگرش خودش نسبت به خداوند اصلاح بکنه بله بله و باز خانم دکتر یک سوال دیگه که به ذهن میرسه uh -huh. که البته بینندگان از ما امی سوال رو برای از ما روان کردند از طریق واتساب اه, که من ایره مخون با یک مقدمه از یک چیزی که در یک فضای مجازی خانم یک خبر که یک جوان در شهر کابل همین اخیر که یک جوان بسیار به صلاح میگن که یک جوان بسیار خوب بود بسیار رعنا بود قد بلند از همه لاز خانوادی خوب ولی این جوان خودکشی کرد <applause> و به خاطر شرایطی که در کشور ایجاد شده چون وظیفه خود از دست داده بود چرا دشوارتر دشوار شده بود نسبت به قبل و متاسفانه ما میبینیم که الان در کشور ما یک رقم است که هر کس تلاش میکنه که خود از این کشور بکشه به هر نحوی که شده و همین جوان نتونسته بود که کار بکنه و یک اتفاق است که برای بسیاری از جوان ها میفته یک حس ناامیدی که از کشور ایجاد شده و سعی میکنن خود بکشن چون نمیتونن باز ناامیدتر میشن و بدتر میشه که باز من حتی در دوستای خود اطرافیان خودم میبینم کسایی که تا یک ماه قبل از این اتفاقات میگفتن که من کابل جان با کل دنیا عوض نمیکنم الان کلگیشون پراکنده شدن در دنیا و کابل جان رها کردن این جوان خودکشی کرد و یک نگرانی و یک دغدغه و یک ناراحتی فکر میکنم برای کل پدرها و مادرها در کشور ایجاد شده چون پدرها و مادرها سختی و بلندی پستی و بلندی سختی و راحتی دنیا را کشیدند و چشیدند و دیدند میفهمند که دنیا پستی داره دنیا بلندی داره دنیا تا داره دنیا بالا داره و این نیز بگذرد را ب چشم دیدن رو تجربه کردن میفهمند که سختی نمی مانه همطور که خوشی نمی مانه. دنیا هم اما جوان ها نمی برای جوان ها درک کردنش سخت است و باز زودتر ناامید میشن متاسفانه باز هم که شما فهمیدید چون نگرش صحیحی ممکنه نداشته باشن این منجر به که کلا ناامید شون از خود از هستی ناامید شدن و خدای نکرده خودکشی بکنن که دیگه بدترین اتفاق است که برای یک انسان میتونه بیفته درست سوالات پیرامون همین مسئله بود که پدرها و مادرها پرسان کرده بودند که ما چه کنیم برای اولاد خود که اولاد از ما این حس نامی درش کمتر شوه یا وظیفه از ما به عنوان یک پدر یک مادر چی میتوانه باشه بله بسیار عالی از توضیحات شما تشکر میکنم کنم و اینطور از دوستان عزیزی که این سوال رو مطرح کردن بسیار سوال خوبی است نکته اولی که مهم هست ما این رو میگیم که امید رو به عنوان یک احساس م. که به عبارتی ریشه در باورها و تفکرات ما داره و نمود و او در رفتار ما بارز خواهد شد پس بنابراین قسمتی از شخصیت ما آیا که ما یک شخص امیدوارم خوشبین هستم آینده نگر هستم یا نه ما یک شخص ناامید هستم که در گذشته ها میمانم و بدبینم نسبت به همه چیز نگاه منفی و نگاه تیره دارم تا اونجایی که حتی ممکنه نسبت به خودم هم به عبارتی سیاه انگاری آنقدر قوی بشه که به این نتیجه برسم که خب چرا هستم مثلا بودن من چرا داره حالا من یه دقیقا در مورد پدر مدرهای عزیز و والدین محترم میره همین سه بعد از به عبارتی شخصیت ما رو که عبارتند از اول اندیشه ها و تفکراتمون و بعد هیجانات و احساساتمون و در نهایت تبدیل به رفتارمون میشه در بحث هیجانات و احساسات اصلی ترین وظیفه ای که پدر و مادر به عهده دارن و باید انجام بدهن چه بر مبنای تعالیم دینی ما و مفاهیمی که در تربیت اسلامی و اصول تربیتی دینی داریم و در مب... بر مبنای مفاهیمی که در روانشناسی مدرن و به اصطلاح رب... شاید ساده که روانشناسی غربی داریم هر دو مبنا تاکید بر این میکنن که اصلی ترین فاکتور در مفاهیم تربیتی خصوصا در کودکان تا اوایل نوجوانی بس محبت فروید میگه محبت بی قید و شرط عشق بی هیچ حد و مرزی بی هیچ چارچوبی بدون هیچ قید و بندی بدون هیچ به عبارتی واسطگری یا تعلیقی شما دوست داشته باش کما اینکه پیغمبر فرمود هفت سال اول او آغاست و تو عبدی هر آنچه میگوید بگو و باز پیاژه گفت تا میتوانید ایجاد کنید زمینه بازی بذارید بچه ها بازی کنند بچه ها با بازی زندگی میکنند و و محبت کردن متناسب با نیاز اولاد حالا ما در کودکی بعد میایم در نوجوانی و بعد در جوانی اصلی ترین چیزی که وظیفه وارد این هست و به شدت تاثیر میذاره در ایجاد حس امیدواری اینه که محبت کنیم حالا محبت کنیم به چه شکل محبت کنیم باز دوباره یکی از اشکالات جدی که در فرهنگ بومی و متاسفانه ملی ماست اینکه ما در کشور خودمان فرهنگ دیالوگ و گفتگو نداریم بله. و در فرهنگ دیالوگ و گفتگو قسمت اعظمش ابراز احساسات درونی متاسفانه ما بسیار بسیار فرهنگ دیالوگی کمی اصلا در بعضی از خانواده حتی اتفاق هم نمیافته و بعد باز بعد از دیالوگ میایم به سمت مثلا فرض کنید که رفتارها بادی دیلنگویج حرکات بدنی بعد میمیم به سمت حتی لمس و به عبارتی رابطه عاطفی نزدیک فیزیکی که او که بسیار دور است متاسفانه هیچ گاه یادم نمی این قضیه را که من سر سنف یک زمان به دانشگاه امی موضوع رو مطرح کردم گفتم که مثلا رابطه ی پدر و دختر یک دانشجوی یعنی واقعا برایم تاسف انگیز بود که گفت استاد ما از این عید به این عید ای تنها رابطه فیزیکال نزدیکی که با حاج پد... آقایم دارم است که میرم دست حاج آقایم میبوسم حاج آقایم پیشانی مرا میبوسه و سلام یعنی هیچ فرصتی میگفت ما پیدانم سر سفره که میشینیم میگفت ما حاج سر سفره میبینیم خب حالا سلام میکنیم بسم الله میکنیم شروع میکنیم خوردن تمام میشه سفره جمع میشه ما یک حالا اگه صحبت کردن گوش میکنیم. اگر خب این یعنی اصلا اصلا دیالوگ نیست اصلا گفتگو نیست و بنابراین چه هیچ فرصتی برای او پدر قطعا و حتما فرزندان خود دوست داره برای. قطعا محبت داره ولی محبتی که هیچ گاه دیده نشده لمس نشده لمس شدنش خب طب... طبیعتا پدر زحمت کشیده مثلا وسایل رفاه و آسایش و تسهیلات رو برای خانواده مهیا کرده ولی در ذهن او بچه او چیزی که یا حتی او جوان او جوان 25 26 ساله او چیزی که واضح هست احترام گذاشتن توجه کردن ابراز کردن تشویق کردن اهمیت دادن و با شاید به ذهن خودش خوب حرف بزنه یعنی میکنه همین هم. پدر دارن که دارم وظیفه دارم که این امکانات انجام بدم دکتر در تایید عرف شما یک چیزی به ذهن از من رسید یک خاطری هم. که یک نفر از من تعریف میکرد قبل از اینکه خاطره رو بگم شماره تماس برنامه رو بینندگان محترم و عزیز دوباره تکرار کنم که عزیزان محترمان ما شماره تماس مثبت 964 780 255 فراموش نکنید همین الان هم میتونید اگر که کدام سوال از خانم دکتر محترم دارید برای از ما روان کنید از طریق واتساپ حتما سعی میشه که به سوالات شما عزیزان و پاسخ داده شود ما در فضای مجازی هم حضور داریم از طریق واتساپ از طریق یوتیوب آپارات تلگرام، اینستاگرام و دیگه فضاهای مجازی هم میتونید که برنامه خودتان برنامه زنده و مستقیم روشنا رو ببینید و اگر که کدام سوال دارید کامنت کنید اگر انتقاد یا پیشنهاد دارید هم بسیار خوشحال میشیم که انتقادات و پیشنهادات بسیار بسیار زیبای شما عزیزان رو ببینیم و بشنویم و سعی میکنیم که حتما در برنامه اعمال بکنیم برنامه متعلق به خود شما عزیزان هست هم دکتر ام در تایید حرف شما ما یک خاطره به ذهنم رسید که یک مرد برای از من تعریف کرد که آلی سن و سالی ازش گذشته اما خو برای یک جمعی تعریف میکرد و ما هم جز او جمع بودم میگفت که ما در خانه ششته بودم و یک اولاد دختر داشتم اولین اولادم بود ولی هیچ وقت سعی نمیکردم که محبت خود نشان بدم چون خجالت میکشیدم شرم میکدم اگر من محبت نشان میدادم احساس میکدم که باز پدر میگوی که عالی چی شد که مثلا تو محبت میکنی به اولادت تو عالی چه رقم شد مثلا یک رقم داشتان من معلوم میشد برای این سخت تمام میشد اگر که محبت میکردم و حتی به یک مرحله رسید که یک روز من در او اولی که بودیم یک گاو داشتیم یک گاو ماده داشتیم یعنی گاو خشمگین شد عصبانی شد وحشی شد و شروع به حمله کردن به اطراف کرد و همه اولاد دختر از ما در وسط اولی استاد شده بود و می گفت که من اونجا داشتم از درون آتش می گرفتم ولی خاطر شرم روی بزرگترها که پدرم و مادرم اونجا شیشته بودن من نمیتونستم بروم برم که اولاد خود نجات بدم و ایره برای این تعریف میکرد کرد بر از که می گفت که برخی از فرهنگ ها چون جز فرهنگ و انانه مردم از ما است که سعی میکنن که خود نسبت به اولاد خودشون بی توجه نشان بدن در جلوی پدر و مادر خود که ما توجهی نداره ما هنوز هم اما طفل از شما هستم توجه از من نگاه از من بیشتر در شما هست نه در اولاد خودم سعی میکنم محبت به پدر و مادر و احترام به پدر و مادر با بی توجهی به اولاد خودش نشان بدم متاسفانه و این آقا میگفت که به این مرد میگفت که این رقم نباشیم فرهنگ های نادرست را سعی در اصلاح داشته باشیم اگر در اونجی او لحظه کسی نبود رفته و طفل از من را نجات نمیداد آلی خدای نکره یا ای یک آسیب دائمی دیده بود و طفل جان خود از دست داده بود و درست. بله و من فکر میکنم شاید اولین قدم برای مردم از ما امی باشه که با این فرهنگ های نادرست حتی اگر علت های درست و خوب در پشت سری فرهنگ ها باشه قطعا یکی از علت هم طور که فرد میگفت میتونست احترام به پدر و مادر باشه فکر میکرد که این رقم با بی توجهی به اولاد احترام پدر و مادر حفظ میکنه این فرهنگ های نادرست باید اصلاح بکنه و محبت کردن به اولاد یکی از چیزهایی که در دین ما برایش بسیار توصیه و تاکید شده من تعجب میکنم که چرا رقم است که مردم از اون فرهنگون میکرده مثلا اسلامی رها میکنم یک سری انعنه ای که معلوم است از کجا گرفته شده اینها را به جای مسائل اسلامی جایگزین میکنه بله نکته که هستی که حالا در تکمیل صحبت های شما شاید به خاطر است که حالا یک واقعیت تلخ این است که ما نزدیک به چلو چند ساله که به خاطر جنگ های حالا یا جنگ های بیرونی یا جنگ های داخلی فرصتی برای احیا و حتی توسعه آنچه که داشتیم پیدا نکردیم یا پلنه. بسیاری از آنچه که را که داشتیم از دست دادیم یعنی ناس. دو بلا سر ما آمده یکی ای که اون چیزهایی رو که داشتیم حتی اگر حفظ کردیم به فرمودی شما درونی بوده و تا یک حدی مثلا کاهش هم پیدا کرده مم. این فرصت برای ای که دوباره اونا رو زنده کنیم و بعد تمام تلاش رو بکنیم که اونا رو گسترش بدیم پیدا نکردیم و باز به عبارتی مزاعفتر از او اتفاق وحشتناکی گفتاده بسیاری از چیزها رو ما از دست دادیم اگرچه مثبت هم بود و سازنده هم بود این نشاط گرفته از که ما ببینید اشاره کردید شما وقتی که ما قائل به این هستیم کشوری که بیشترین خلوص دین رو در بله بین بله. ها یا حتی شاید شوش به ادعا کرد در جهان داره بالای 90 چند مردم این کشور کم استگر. بله 90 چند درصد 97 98, 98 بله. درصد جمعیت کشور ما مسلمان است و بله. این خلوص بله. اسلامی رو در هیچ کشور دیگه نمیتونه پیدا کنه چطور اتفاق می افتد که این قسم فرهنگ یا این نوع آداب و معاشرتی که پیرو آن پیغمبری هستند که تمام تاکید او و ویژگی اصلا بر جسترین ویژگی پیغمبر ما بر اساس نص آیه قرآن انک لا علی خلق عظیم بله بله بو تو اصلا و بعد همون آیه که میفرمود و هو و تو رحمت للعالم یعنی برترین ویژگی و ویژگی اخلاقی اوست روابط اجتماعی اوست هیچگاه کسی نتوانست جلوتر از او سلام کنه هیچگاه در جمعی قرار نگرفت که لبخند نزنه هیچگاه با صدای بلند نخندید و هیچگاه احیانا به هیچ کودکی بی احترامی و بی نکرد و توصیه کرد بارها و بارها که فرزندانتان را در آغوش بگیرید ببوسید و خود او رسما بارها و بارها به, دختر، به, دخترش فرمود که تو ام منی ام ابیها و خدا ببینید وقتی فرمود فاطمه تو بزعت و منی پاره تن من است وقتی رسما پیغمبر به عنوان یک،, یک الگوس یک فرهنگ تربیتی است اگر من مسلمانی هستم که از همچی پیغمبری تبعیت میکنم و ادعای سیر و سلوک دارم که به عنوان یک امت او هستم باید وظیفه ای نیست که شبیه او رفتار کنم مشکل ما است که اینها رو آنچنان که باید و شاید در فضای فرهنگی و آگاهی و سطح اطلاعات عمومی جامعه ما نش ندادن آلمان دینی ما یا نبودن یا اگر هم بودن آنقدر مسائل دیگه ای رو مطرح کردن یعنی در مباحث اعتقادی شاید اونقدر در بحث های توحید و مباحث مربوط به اعتقادات ما بحث شد شاید به خاطر مثلا فرض کنید مباحث مذهبی بیشتر پررنگتر شد که ما به اصل دین که اخلاقه به اصل دین که روابط اجتماعی است به اصل دین که انسان بودن و انسان برخورد کردن نرسیدیم یعنی یک قسمت اعظمی از این تقصیر و این کم بود مربوط به که مردم ما اونقدر که باید شاید واقعا ندانستن آگاه نشدن و معرفتی نسبت به این ماجرا پیدا نکردن نکته اول پس در قسمت احساسات و ایجان قطعا و حتما شاه کلید ایجاد امید و روشن کردن چراغ امید محبت پدر و مادر تنها ترین و اصلی ترین وظیفه نیست که میتا می, می و محبت کنن و قطعا و حتما قسمت از از محبت رو به زبان به کلام ایجاد تولید کلمات مثبت بشیم تو میتونی بشیم تو جوان هستی تو آینده داری این نیز بگذرد رو باید این روزی دو مرتبه سه مرتبه از پدر بشنوه از مادر بشنوه از خاطرات مادر کلان بشنوه و امیدوار بشه که اینا مادر کلان رو در شرایط بسیار بدتر ازی بوده مم. ولی الان زنده است نام خدا 70 80 سال زندگی کرده پس بنابراین اینها رو باید گفت و باید ابراز کرد و نشان داد در قسمت تفکرات و ارزش ها و باورهای ما آنچه که پدر و مادر میتوانند ایجاد بکنند و باید ایجاد بکنند تعهده تو مسئول رفتار و کردار خودت هستی بچه اگر این مسیری که رفتی به بومبست خوردی خب برگرد از دور بهش نگاه کن اشتبا دوابوده؟ مسیری که رفتی اشتباه بوده انتخاب درست بوده مسیری که انتخاب کردی درست ابزاری که استفاده کردی برای رسیدن به هدفت ابزارت اشتباه بوده یا اصلا به طور کل انیمی حتی مسیری که انتخاب کردی از اول تو نباید به سمت میچرخیدی تو باید به سمت دیگه ای میرفتی مشکلی که این جمله معروف است شما شنیده باشید و دوستان ما میگه که اگر به عبارتی به مشکل مواجه بشم یا راهی خواهم یافت یا راهی خواهم, خواهم ساخت باید. مشکل جدی ای که شما ابراز کردید که یک دوستان عزیز ما در حال فرار هستن یعنی که به خاطر که میگردن نمیابن خب حالا که نیافتی ساختن چی؟ یعنی <applause> <applause> ما به دنبال ساختن این اکثر این تفکر عمیقی است که در جامعه ما وجود داره به خاطر همین که متاسفانه خیلی حتی همین روزها بس که مطرح میشه در مورد شرایط دنبال مقصریم فلان همسایه بمهنی. فلان فرد فلان شخص فلان سازمان و حالا که همه مسئولیم همه ما در قبال وضعیتی که به وجود آمده هر کداممان در حد خودمان یک بمهنه. قدم رو برای ایجاد شرایط ایجاد کردیم دیگه قدم رو برداشتیم تا مسیر به این سمت و سو کشیده شده بره. بنابراین در بحث تفکرات باید وظیفه پدر و مادر است که به فرزندشان یاد بده تو آنچه که هستی خودت ایجاد کردی و تا یک حد حدودی تو رو به سمت و سو دو مثلا وقتی که ما به دختر و بچه‌ای ما به سن نوجوانی میرسه دیگه هویت شکل پیدا میکنه به دنبال خود میگرده و خود رو به اسپال به یک حال از ثبات میرسه بنابراین از اون بعد دیگه انتخاب داره من فقط صرفا راهنمایی میکنه ولی انتخاب انتخابای اوست پس باید به او فهمان که هر وضعیتی که داری به نحوی از انها به انتخاب های تو به مسیرهایی که رفتی به،, به عبارتی به افعالی که از تو سر زده به تجربیاتی که به دست آوردی بنابراین حالا اگر که گشتی مثلا اولا بگرد شاید درست پیدا نکردی مم. حتی همون یافته های من بسیار مواقع اشکال داره شاید نگشتی تو فقط نگاه کردی مثل چهار نفر اطراف دیدی که ای مثلا رفته فلان کار میکنه این فلان کار میکنه او در آلمان میره ای ده. مثلا کیس داده برای استرالیا خب مرقم بوندو اینا اینا مینا را پیدا کردن دیگه اینا را پیدا کردن ما از اینا آقا خب اینا را پیدا کردن, کردن. بگرد شاید مسیر گیریم که راه پیدا نکردی بسم الله الرحمن الرحیم بشی راه بساز کما این که حضرت نو هی چند سال چند صد سال بله. گفت 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 دیدینا هیچ تأثیری نمیده قوم قوم ادایت شده این و بعد بعد دست بلند کرد که پروردگارتو تو خود لطف کن که عنایت شد که خب کشتی بساز و مم. کشتی ساخته شد و داریم که در قرآن تمسخر میشد که چی میسازی رو خشکی تو چرا کشتی میسازی و خداوند اراده کرد که حالا طوفانی ایجاد بشه بله. پس بنابراین بسازیم بیابیم اگر, اگر نتونستیم بسازیم ان شاء الله شده خواهد و در حد 3 دقیقه اگر حتماً چشم. و در قسمت آخر در بحث رفتار و سیر و سلوک و به عبارتی نماد بیرونی خب طبیعتا ما داریم که در روایات دینی ما داریم که علم و فستقر که نقش هر آن چیزی که در بچه اتفاق بیفته مثل سنگ نوشته است که ثابت میمانه و این سنگ نوشته ها در اولین نمادها ها حکا که والدین یعنی <applause> پدر و مادر ماست ما که اگر مادر ما هر وقت از خودش صحبت میکنه افعال منفی افعال معیوس کننده ما که همیشه بدبختی ما خو هیچ و خدا ما رو مثلا روی خوش نخواد دیدیم یا با قول بنده خدا اصلا نامی وطن رو افغانستان گذاشتن که دائما آه و فقان و ناله باشه یا یک برداشت جدیدی که جدیدا برای ما ایجاد شده که چند نفر از دوستان گفتن که این پرچم رنگش سیاست اینمی دمی, دمی رنگی سیاه این پرچم هر چی غم است مثلا خب ببینید این رفتارها و این گفتگوها باعث نم... به عبارت نهادینه شدن تفکر منفی سیاه انگار خب چی دیگه بل. ما رنگ رنگ بچه‌مون ما سیاست پس کلا بدبخت هستیم ما اصلا مردم ما دیگه بل. روی خوشی, خوشی نخواد یعنی باور قلبیشون این ولی برای حالا تشخیص خوب همین که میگن همین که میگن, میگن. میگن و بچه میشنوه و تقلید میکنه یعنی دقیقا حکم میشه ما خیلی وقتا ممکنه خود حواسمون نباشه مم. که او یک به عبارتی دوربین بسیار بسیار پیشرفته است که حتی تون صدای ما را تشخیص میده مم. که از روی احساس به عبارتی وابستگی از روی نشاط دارم میگم یعنی حتی اگه من خود ما حواسم نباشه گاهی وقتا بله گفتنای ما مثلا میگه که مادر مثلا طفل 5 ساله‌ای دارم مادر فلان کارو میکنی من خب حواسم پرت است سرم میگم بله بعد میگه دوباره میپرسه من میگم خب گفتم بله میگه نه الان بهتر گفتی یعنی اون لحظه فهمیدم که تو گفتی بله اثر حواس پرتی بود خاصی مثلا م. من اثر خود تیر کنی ولی الان که میگی بله این یعنی توجه میکنه یعنی بچه‌ای که تو صدای منو تشخیص میده حواسمون باشه که گفتگوهای ما رفتارهای ما مادری میشینه سر مثلا فرض کن چی شروع میکنه به نفرین کردن که خدای چی وقت سیاهی بود که تو با خب این یعنی که پس من هیچ کار نمیتونم بکنم م. پس او اصلا نیافتنی در کار نه ساختنی و این نمادی است برای کودک برای نوجوان و برای جوان که خب پدر مادر ما کمی اینو فقط تفاوتش بیست که به قول شما چی میگن میگن که سنگ سنگ های روزگار رو پیرن بیشتر پاره کردن نه. دست به خودکشی نمیزنن نهایتش میگن که نکن مبادایی که مرتد بشیم پس من جوان که وجه سرعت داره میکار انجام میدم ولی اگر مادر و پدر در رفتار و در کنش ها و در برخورد هایشان حس و امیدواری و خصوصا در واژه ها و کلماتی که انجام از اونا به عبارتی صادر میشود تعمل بکنن بلد. و دقت بکنن م. انشالله امیدواری جدش انشالله بشه. خام دکتر بسیار مشتاق هستیم که باز بیشتر در مورد همین مسئله وظایف پدر و مادر در قبال اولادشون که چیکار کنن تا اولاد حس ناامیدی نداشته باشه و در برنامه های آینده با هم گفتگو کنیم و داشته باشیم بسیار تشکر هستم شما بینندگان عزیز ما از شما هم بسیار تشکر میکنم که تا این لحظه بیننده برنامه خودتان بود اگر کدام سوال دارید حتماً برای از ما برای همون نمبری که در شما گفتم مثبت 964 780 255 در روان بکنید بسیار خوشحال میشیم که نظرات شما و سوالات شما را ببینیم و ان در همین برنامه پاسخ داده خواهد شد در لحظات ملکوتی از آن ظهر با افق شهر زیبای کابل هم نزدیک میشیم عزیزان و نمازگزاران محترم ما را از دعای خیر خودتان فراموش نکنید در پناه خداوند مهربان باشید صلاه الله سلام الله صلاه الله سلام الله عليك يا اجمل